مدافعین همیشه ارزش و اعتبار ویژه‌ای بین مردمشون داشتن. وقتی آمریکا تصمیم گرفت به ویتنام جنوبی کمک کنه تا ویتنام شمالی رو از پا در بیاره، اونا فقط یه انتخاب داشتن: دفاع کردن. بعد از 20 سال دفاع کردن، تهش صدای شیپور آزادی از سمت ویتنامی ها به گوش میرسید. مدافع ها از چیزهای با ارزش زندگیشون تا آخری نفس دفاع میکنن: کشور، خانواده یا تیم فوتبال. مستطیل سبز شایستگی اینو داشت که شجاع‌ترین انسان‌های دنیا رو به معرض دید بذاره. دفاع وسط بودن اینطوریه که هر بازی که میخوای پا تو زمین بذاری، باید خودت رو برای درگیر شدن با بازیکن‌های حریف آماده کنی. فرق نداره توپ هوایی ارسال شده یا زمینی، مهاجم قصد دریبل زدن داره یا میخواد شوت بزنه، تو باید توپ رو از دروازه خودت دور کنی تا به تیمت خدمت کرده باشی. شکستن سر و ترکیدن لب نقطه مشترک همه دفاع وسط‌های دنیاست تا بتونن با ارزش‌ترین صفر دنیا رو جلوی گل زده تیم حریف قرار بدن. فرق نمی‌کنه زمین خودی باشه یا زمین حریف، محوطه جریمه خونه دفاع وسط‌هاست. وقتی تیم به گل نیاز داره، میرن جلو با پروازهای همیشگیشون دروازه حریف رو باز می‌کنن، و وقتی خواسته تیمشون گل نخوردن باشه، همه وجودشون رو جلوی شلیک‌های حریف می‌ذارن. هر چقدر هم صحنه‌هایی از مهربونی و با اخلاق بودن دفاع وسط‌ها ببینیم، باز هم گوشه ذهنمون همیشه تصویر یه رهبر شجاع و سنگدل نقش بسته که هر چقدر ضربه بخوره باز پا میشه و ادامه میده تا پای بیگانه‌ها رو از میدون نبرد بیرون کنه و به نشونه پیروزی